از دیشب موضوع بمباران پایگاه‌های شبه نظامیای کتائب در عراق توسط آمریکا در صدر خبرهای سیاسی قرار گرفته و خیلی‌ها درباره این صحبت کردن و نوشتن. بدون شک این واقعه سرآغاز تحولات جدی‌تری هم خواهد بود. اما تا جایی که به مردم عراق برمیگرده، جز به نیروی خودشون و جووناشون به قدرت دیگه‌ای متکی نیستن و همچنان پرشور و بی‌وقفه به تظاهرات خودشون ادامه میدن. گزارش امروزمون در مورد قیام عراق رو ببینیم، بعد گفتگویی در همین رابطه داریم با آقای بهمن عظیمی که خدمت حضورتون میکنیم. آنچه استمرار قیام مردم عراق را میسر کرده است، ایستادگی قیام کنندگان بر سر اصولشان است و بهایی که در این مسیر پرداختند. پس از کشتار خونین ناصریه و پیامدهای آن، تحولات بسیار جدی در عراق به وقوع پیوست. عادل عبدالمهدی مجبور به استعفا شد. این تحول شرایط را پیچیده تر کرد. از یک سو رژیم ایران به تلاش بسیار وسیعی دست زد تا یک مهره دیگر از مزدورانش را در این پست بگذارد. اما مردم و قیام کنندگان عراقی که شناخت کافی نسبت به رژیم و مزدورانش پیدا کردند، یک شرط برای نخست وزیری اعلام کردند. آنها کسی که در 16 سال گذشته هر گونه سمت در پارلمان یا دولت داشته باشد را نخواهند پذیرفت. احزاب و گروه‌های وابسته و مزدور رژیم در تلاش برای از دست ندادن کرسی نخست وزیری کاندیداهایی را مطرح می‌کردند، اما پاسخ مردم عراق به این کاندیداها یک پاسخ ثابت بود. آنها عکس کاندیدای وابسته به رژیم را با زبدر قرمز بر روی چهره‌اش به خیابان آورده و علیه او شعار می‌دادند. ترفند دیگر رژیم ایجاد تفرقه در صفوف تظاهرکنندگان بود. لذا با پیشنهاد اعلام نماینده از جانب تظاهرکنندگان می‌خواستند مردم تظاهرکننده را از خیابان‌ها به خانه‌هایشان برگردانند. اما قیام کنندگان با هوشیاری طی بیانیه اعلام کردند که خواسته اصلی آنها انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل است. استعفای برهم ساله صحنه سیاسی عراق را یک قدم پیچیده‌تر کرد. برهم ساله در اعتراض به فشار رژیم و مزدورانش برای قبول کاندیدای آنها به عنوان نخست وزیر عراق استعفا داد و به کردستان رفت. تلاش رژیم برای برگرداندن برهم ساله تا کنون به جایی نرسیده است. روز گذشته تلویزیون روسیه راشا تودی اعلام کرده بود که برهم ساله به بغداد باز می‌گردد. تلویزیون العالم رژیم نیز این خبر را به نقل از تلویزیون روسی تکرار کرد، اما هیچ مقام و موضع رسمی در عراق این خبر را تایید نکرد. یک نماینده وابسته به جریان الفت و هادی العامری گفته است که ممکن است آنها با کاندیداتوری سپهبد عبدالغنی اسدی برای نخست وزیری موافقت کنند. آنها می‌خواستند با این کار قیام کنندگان را فریب داده و از صحنه خارج کنند. کمیته سازمان دهنده تظاهرات اطلاعیه 158 خود را در مورد انتخابات نخست وزیر مستقل منتشر نمود و به این سوال پاسخ داد که طی روزهای اخیر گفته شده بود که تظاهرکنندگان کاندیدای نخست وزیری دارند. در یک فراز از این بیانیه آمده است: بعد از جانفشانی‌ها و قربانیانی که تعداد آنها به 21,000 شهید و مجروح رسیده و هزاران تن از تظاهرکنندگان نیز به زور آدمربایی ناپدید شدند، تظاهرکنندگان هیچ اسم یا نقش مسیری پیش از انحلال پارلمان ارائه نخواهند داد. بنابراین آنها هیچ کاندیدایی برای نخست وزیری قبل از انحلال مجلس نخواهند داشت. پس از آن هم انتخابات بایستی زیر نظر سازمان ملل انجام گیرد. صحنه سیاسی عراق شاهد پیشرفت جبهه مردمی و شکست پیاپی برای رژیم آخوندی و احزاب وابسته و مزدورش است. بله، اینم آخرین وضعیت از تحولات و قیام در عراق. در این بخش از برنامه گفتگوی داریم با آقای بهمن عظیمی که سلام میکنم به شما. سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. بسیار عالی. آقای عظیمی، اولین سوال از شما اینه که با توجه به اشرافی که به مسائل عراق دارید، با دیدن همین گزارش و تحولاتی که در عراق طی چند روز اخیر اتفاق افتاده و پیش رفته، شما فهم میکنید به چه سمتی میره یا الان آخرین خبرها چی؟ از دید شما اوضاع رو چطور میبینید؟ واقعیت اینه که قیام مردم عراق در واقع با سرعتی بالا و شتابان به جلو پیش میره و ایادی رژیم علارغم تمام تلاششون برای متوقف کردن این حرکت مطلقاً راه به جایی نخواهند برد. و برای به اصطلاح این موضوع میتونم اشاره کنم به تظاهراتی که روز گذشته توسط هزاران تن از دانشجویان و دانش آموزان سراسر عراق که توسط کمیته تظاهرات دعوت شده بودند به خیابان‌های بغداد و تمام استان‌های جنوبی عراق اشاره کنم که بسیار گسترده بود
و نشون دهنده قدرت قیام آفرینان هستش. از طرف دیگه خبر دیگه ای که داشتیم، برای اولین بار بعد از 3 ماه یکی از مراکز تأسیساتی نفتی عراق در ناصریه توسط تظاهرات کنندگان تعطیل شد، که در این رابطه خوبه به خبری که رادیو فرانسه در این رابطه اشاره کرده توضیح بدم، که در واقع گفته که برای نخستین بار از هنگام آغاز تظاهرات و اعتراضات در عراق در 3 ماه اخیر یکی از تأسیسات نفتی این کشور در ناصریه تعطیل شد. تظاهر کنندگان عراقی در ناصریه با قطع برق و تجمع پالایشگاه این شهر را تعطیل کرده و تولید را در این میدان نفتی متوقف ساختند. این نخستین بار است که فعالیت یک میدان نفتی به طور کلی متوقف می شود. که وقت این چه تأثیری می شوند داشته باشه همین اقدام در ارتباط با تحولات سیاسی؟ طبعا قیام آفرینان عراق همکنون خواستار متوقف کردن کلیه فعالیت های این حاکمیت هستند. همونطور که در بیانیه هاشون به طور واضح به این موضوع اشاره کردن، چون اهدافی رو دنبال میکنن. اما اونچه که به رژیم و ایادیش برمیگرده، تلاش میکنن با ترور و آدم ربایی در واقع مانع این پیشرفت بشن. که در این رابطه خوبه باز اشاره کنم به بیانیه جدیدی که کمیته تظاهرات انقلاب اکتبر داده اشاره کنم، که گفته که در واقع کماکان قتل و دستگیری و آدم ربایی و شکنجه فعالین تظاهرات ادامه دارد. هدف از آن ایجاد رعب و وحشت در درون فعالین و مجبور کردن آنها به کوتاه آمدن از حقوق مشروعشان و ترک تظاهرات است. یعنی ببینین دنبال میکنه ایادی رژیم و رژیم که این تظاهرات در واقع جمع بشه تموم بشه. بله، شبه نظامیان جنایتکار با همکاری ارگانهای امنیتی و هماهنگی برخی افراد دست به یک عمل خائنانه زدند و چند روز قبل یک نوجوان به نام عادل اودی زیدی 16 ساله را از میدان تحریر در بغداد در جلوی چشم گوش دولت و ارگانهای امنیتی به زور رو بودند تا به این شکل پدر فعال وی را مجبور کنند که خودش را تحویل دهد. تنها گناه این پدر این است که یکی از فعالین تظاهرات مسالمت آمیز است. کمیته برگزاری تظاهرات این عمل جنایتکاران را محکوم می‌کند و آن را در چارچوب سیاست احزاب سیاسی و شبه نظامیان جنایتکار که در جنگ با مردم عراق و محروم کردن آنها از حق خود برای برخورداری از یک زندگی آزاد و با کرامت هستند می‌داند. یعنی اون چه که نشون میده رژیم در تلاش از طریق ایادیش در واقع مانع پیشرفت قیام بشه، ولی پاسخ مردم عراق که با هدف پایان دادن به اشغال عراق هست همچنان رو به جلو ادامه داره. درست. پس الان شما در واقع میگید که با توجه به اتفاقاتی که در عراق داره میفته و تظاهرات گسترده‌ای که روز گذشته بود دیگه درسته؟ بله. گذشته بود. نشون میده که رو به پیش هستش این اعتراضات، تحسن و قیام مردم عراق. الان مشخصا رژیم در عراق دنبال چه سیاست مشخصی هستش که تو همین مقطع کرونی دنبال چی میگرده؟ میخواد چه چیزی رو پیش ببره؟ تا اونجا که میدونم یادتون باشه دفعه قبل هم تو همین برنامه گفتگو کردیم، صحبت از استعفای رئیس جمهور بود یا تهدید به استعفا در به هر صورت. بعدم ظاهرا رفت کردستان برای اینکه تهدیدش جدی کنه، ولی حالا دوباره برگشت و بحثایی است. الان رژیم دنبال چیه در این مسئله؟ واقعیت اینه که در این پروسه همونطور که خودتون اشاره کردین، رژیم به دنبال جا انداختن خط خودش از طریق حاکمیت سیاسی عراق هستش. درسته. که ماده اون در انتخاب نخست وزیر میشه. در ابتدا تلاش کردش که عادل عبدالمتی همچنان در منصب خودش باقی بمونه. اون که رفت. ولی پاسخ تظاهرکنندگان بسیار قاطع و کوبنده بود، نهایتاً منجر به برکناری اون شد. بعد از اون 3 کاندید معرفی کرد رژیم از طریق ایادیش، به ترتیب محمد شیا سودانی، قصه سهیل و اسعد العیدانی، و همه اینها توسط تظاهرکنندگان رد شدن و پاسخ قاطعانه گرفتن و همشون پس گرفتن، در واقع این کاندید شدن. بنابراین تو این تعادل مشخصه که در واقع رژیم به دنبال پیشبرد و اعمال حاکمیت خودش هستش. در همین رابطه هم در رتبا انتخاب نخست وزیر بیانیه از طرف کمیته تظاهرات صادر شده که چند دقیقه پیش روی از طریق که دیدیم گزارشش رو که در واقع به نکات بسیار خوبی اشاره کرده در این بیانیه و تاکید میکنه که بسیاری سوال میکنن چرا تظاهرکنندگان کاندید مستقل خودشان را برای نخست وزیری معرفی نمیکنن و روی طرفهای سیاسی برای پیش بردن خواسته های عادلانه تظاهرکنندگان فشار می آوردن. آیا اسامی قابل قبولی مطرح است که از سوی آنها برای نخست وزیری تعیین گردد؟ بنابراین ضروری است که به طور دقیق برای همه توضیح داده شود. بعد از جانفشانی ها و قربانیانی که تعداد آنها به 21,000 شهید و مجروح رسیده و 1,000 تن نیز از تظاهرکنندگان به زور آدم ربایی و ناپدید شده اند
و کماکان پرداخت بها برای بازپسگیری میهن و پافشاری مردم و پیشقراولان آن، یعنی جوانان عراقی، برای شکل دادن به یک روند سیاسی ادامه دارد، روندی بر اساس انتخابات آزاد و سالم در کشوری که دارای حاکمیت و به دور از چنگال‌های رژیم ایران و تروریسم آن میباشد، بنابراین روی یک سری موارد تاکید کرده. این اون چیزی هستش که در واقع کمیته تظاهرات انقلاب اکتبر خواهانش هستش. بنابراین همونطور که خودتون هم اشاره کردین، رژیم و ایادیش به دنبال پیشبرد خط حاکمیت خودشون هستن و مانع پیشبرد این اصلاحات هستن، اصلاحات واقعی و عمیق و ریشه‌دار که راه می‌بره به پایان دادن به اشغال رژیم در عراق. این تا اونجا که به رژیم برمیگرده. ولی از اون طرف قیام آفرینان عراق در واقع پاسخ قاطع به این خواسته دادن تا کنون و در ادامه هم خواهند داد. الان آیا رژیم کاندید مشخصی داره در حال حاضر بعد از اون ستا که رد شد؟ کاندید یعنی شخص مشخصی معرفی کردن؟ هنوز به طور مشخصی معرفی نکردن کسی رو، ولی اون چه که مشخصه هر کی که معرفی کنن طبعا از طرف قیام آفرینان رد خواهد شد، چون در اساس ریشه این حاکمیت رو باید زد. حالا در جریان موضوعات عراقی که موضوع اصلی در واقع خود شرایط سیاسی عراق و قیامی که در جریان هست در بغداد و بسیاری از استانهای اساسا جنوبی و شیعه نشین در عراق، اما خب خبری هم بود شب گذشته، حمله نیروهای آمریکایی به پایگاه‌های وابسته به سپاه در مرز سوریه و عراق، که قبلش هم در واقع حمله همین نیروهای وابسته به رژیم به یک پایگاه به آمریکایی در کرکوک بود، درسته؟ بله بله، که اونجا تلفاتی هم داشت. کمی هم در مورد با این موضوع صحبت کنیم که چه اتفاقی افتاد، چی میشه، رژیم اینجا باز تضعیف میشه باز سر این داستان و چرا دست به این کار زد؟ بله، واقعیت اینه که رژیم و ایادش به دنبال این هستن که از هر طریق قدرت نمایی کنن. این موشکباران یکی از پایگاه آمریکایی هم همین قدرت نمایی بود که رژیم میخواست بکنه، ولی طبعا شکست خورد چون بلافاصله با واکنش آمریکا مواجه شد، اگرچه دیر بود. ولی در اصل این موشکباران هم همونطوری که خودتون اشاره کردین تعدادی از ایادی رژیم کشته شدن. ولی اونچه که مشخصه رژیم از هر طریق تلاش میکنه با قدرت نمایی، با نشون دادن خلاصه اون ماهیت واقعی خودش که در رتبه تظاهرکننده ها گفتیم ترور. از طریق ربودن، ترور و آدم ربایی هستش، در واقع این حاکمیت رو حفظ بکنه، حاکمیتی که در عراق داشته، که طبعا قیام آفرینان مطلقاً تن به این نخواهند داد و راه خودشون رو پیش میبرن. بسیار عالی. فقط یک سوالم در آخر ازتون بکنم که تحولات به چه سمتی میره به نظر شما؟ تحولات در عراق بسیار پیچیده، به ظاهر کند حرکت میکنه، ولی خب با دوام و استوار این تظاهرات و قیام ادامه پیدا کرده. الان سه ماه، فردا سه ماه تموم میشه، هم وارد سال جدید میشیم، هم وارد چهارمین ماه تظاهرات عراق و قیام عراق میشیم. از نظر شما چه چشم اندازی داره؟ همونطور که خودتون هم اشاره کردین، در واقع رژیم و ایادیش تمام تلاششون این هستش که اجازه ندن که حاکمیتی رو که از بعد از سال 2003 در عراق به دست آورده بودن از دست بدن. ولی اون چه که مهم و ریشه دار هستش پایداری مردم، چون واقعیتش اینه که رژیم حاکم بر ایران عراق رو اشغال کرده، اشغال علنی، یعنی به طور کامل عراق رو اشغال کرده و اجازه نمیده که مردم در این سرزمین حاکمیت خودشون رو داشته باشن. ولی از اون طرف مردم و قیام آفرینان عراقی دیگه تصمیمشون رو گرفتن و همونطوری که اشاره کردین بعد از این مدت از قیام میگذره دیگه مطلقاً به عقب بر نخواهند گشت و همونطوری که در بیانیه ها من اشاره کردم خودشون گفتن تا آخر میایستن و طبعاً اون چیزی هستش که هدف روز اولشون بود، پایان دادن به اشغال رژیم و آزاد کردن عراق از دست این رژیم. به طور خاص الان هم در استانهای شیعه نشین مواجه هستیم با این سنه و این خیلی جالبه، چون جایی هستش که رژیم مدعی بود که شیعه عراق وابسته به رژیم هستن، ولی الان همه پرده ها کنار رفت و واقعیت روشن شد که مطلقاً این حقیقت نداره و اتفاقاً شیعیان مثل سایر اقشار و طبقات مردم عراق رو در روی رژیم ایستادن و حاکمیت خودشونو میخوان. بله، رژیم تقریباً همه چیزو باخته، چون در ایران ادعاش این بود که در واقع مستضعفین رو داره، که الان میبینیم در واقع همون فقیرترین اقشار و تهی‌دست‌ترین اقشار در ایران به علیهش به پا خواستن و قیام کردن. در عراق هم همینطور، اونایی که ادعا میکرد که در واقع نیروهاش هستن، اونا در واقع قالی رو از زیر پاش کشیدن، فرش رو از زیر پاش کشیدن. بسیار عالی. خب تحولات عراق دنبال میکنیم، امیدواریم که در برنامه بعدی هم باز از حضور شما بهره مند بشیم و توضیحاتتون. با تشکر. ممنونم از وقتی که
به ما دادید. خیلی ممنون. بینندگان عزیز با ما همراه باشید با ادامه برنامه قیام ایران. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بعد العدم المنتصر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا ولا كبة لها بالمستعر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستند ركوب الخطر وألعن من لا يماشي السماء ويقنع بالعيش عيش الحجر الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر